است که بنده لازمه تذکر بدم، البته تذکراتی قبلا عرض شده. روایت های نادرست رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد ایران. با وجود این تحریم ما اقتصادمون شکست نخورد، برخلاف پیشبینی هایی که می کردن خارجی ها، می گفتن ایران برشکسته خواهد شد. ادعای تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم ها، در حالی که کشور مدت هاست تورم 40% را تحمل می کند و طبق آمار رسمی بیش از 30% مردم زیر خط فقر زندگیشان را می گذرانند. اگرچه کارشناسان می گویند آمار واقعی بسیار بیش از این هاست. علی خامنه‌ای میزان بدهی خارجی کشور را یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران دانست. کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری ها دچار بدهکاری نشد. جدای از این که بدهی خارجی معیاری برای موفقیت یا عدم موفقیت اقتصاد نیست و همین حالا 4 اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بیشترین بدهی خارجی را دارند، با این حال طبق اعلام بانک مرکزی ایران 8 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. اما مهمتر از آن میزان بدهی دولت به خود مردم ایران است. دولت بیش از 165 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و 587 هزار میلیارد تومان به بقیه بانک‌ها بدهکار است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های داخلی حکومت ایران 227 میلیارد دلار است، معادل بیش از 36% تولید ناخالص ملی. خامنه‌ای مدعی شد تحریم‌ها باعث پیشرفت کشور شده. ما اگر تحریم نبودیم، مثلا فرض بفرمایید وقتی کرونا آمد، خب می‌رفتیم از جاهای مختلف دنیا واکسن وارد میکردیم. امروز از 5-6 مرکز که آقای رئیس جمهور گفتن داره واکسن تولید میشه، یک افتخار برای ملت ایران. او از فرمان خود درباره ممنوعیت واردات واکسن های بریتانیایی و آمریکایی دفاع کرد، فرمانی که به مرگ ده ها هزار ایرانی در جریان شیوع گسترده کرونا انجامید، تصمیمی که به عقیده کارشناسان برای تأمین مالی ستاد اجرایی فرمان امام بزرگترین کارتل اقتصادی وابسته به خامنه‌ای گرفته شد. پروژه میلیاردی که شکست خورد، اما مدیرش با عنایت ویژه رهبر جمهوری اسلامی معاون اول دولت رئیسی شد. در حالی که سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی منجر به تحریم‌های گسترده شده و اقتصاد ایران را ضعیف‌تر از هر زمانی کرده، علی خامنه‌ای از اقتصاد بدون نفت میگوید. یه مسئله دیگری که باز اونم خیلی مهمه و البته بلند مدت، این مسئله رشد اقتصادی بدون نفت. البته بنده یه روزی سالها پیش این رو مطرح کردم، اگر از اون روز شروع میشد امروز وضع کشور وضع دیگری بود، بدون شک وضع دیگری بود. تو بال نشد. در شرایطی که نزدیک به 60% اقتصاد کشور در تسخیر کارتل‌های اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی است که هم قدرت دارند و هم زور سرنیزه، فاتحه اقتصاد رقابتی سالم بدون نفت مدت هاست خوانده شده. در اقتصادی که حالا با تصمیم دولت مورد تایید علی خامنه‌ای فروش نفت هم به سپاه پاسداران واگذار شده، او اما همچنان مایل است آدرس‌های غلط بدهد. قضای سگ را از بیرون وارد کنن، وسایل آرایش رو با قیمت‌های گزاف و گران وارد کنن، اینا یک واحد پول هم نباید صرف این چیزا بشه. این جدول نشان می‌دهد که این اقلام چند درصد واردات را تشکیل می‌دهند، آن هم در شرایطی که 2 سال است جلوی واردات غذای سگ و گربه گرفته شده. به نظر می‌رسد مهمترین مسئله برای مردم ایران یعنی اقتصاد برای علی خامنه‌ای در اولویت نیست. اون کسانی که بخوان در وضع کشور، در مورد وضع کشور قضاوت کنند، نگاهشون فقط به مسئله اقتصاد نباشه. اقتصاد یک شاخص، شاخص امنیت هست، شاخص پیشرفت‌های علمی هست. اولویت جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. لبنانی که زیر سایه نفوذ نیروی قدس سپاه پاسداران به ورشکستگی کامل رسیده، عراقی که پس از چند ماه به دلیل دخالت نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی توان تشکیل دولت را ندارد، و سوریه و یمنی که به ویرانه تبدیل شدند. عمق راهبردی و نفوذ معنوی در کشورها و امثال اینا جمهوری اسلامی را به یک نمونه جذاب تبدیل کرد.
قطعا امروز جمهوری اسلامی برای بسیاری از ملت‌ها یه نمونه جذاب. شاید برای او و نیروهای مورد حمایتش در منطقه جمهوری اسلامی جذابیت مالی داشته باشد، اما برای مردم ایران که بار سنگین این اقتصاد رو به احتضار را تحمل می کنند بعید به نظر می رسد جذابیتی باقی مانده باشد. مشتبه پور محسن، لندن.